سلام و وقت شما بیننده های عزیز و خیلی تشکر از که تا و لحظه ما را همراه بودین بخش اخیر برنامه صبح <تصفح> فرداست و در این بخش برنامه ما دکتر خیبر خیشکی استاد دانشگاه را با خود داریم و موضوع بحث ما مشکلات دانشگاه و دانش آموزان است که بیشتر در این مورد با دکتر صاحب صحبت های می داشته باشیم بسیار زیاد خوش آمدید دکتر صاحب تشکر عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکار عزیز همکارای تکنیکی و بینندای تلویزیون زیبای رای فردا آها تشکر استاد از اینکه از, از قرای دور آمدن و وقت گذاشتید خوش میکنم آها، سلامت باشید خب استاد امروز ما موضوع بحث گرفتیم مشکلات دانشگاه ها و دانشگاه دانش آموزان فعلا چه مشکلاتی به دانشگاه ها وجود دارد دانش چی دانش آموزان با چه مشکلاتی دست پنجه نرم میکنن موضوع بسیار جالب و موضوع بسیار حساس خصوصا در حیطه زمانی فعلی است می یک سیر عمومی سر اصل موضوع داشته باشیم ببینید در این نیست که اساس بقا و انکشاف توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک کشور برمیگرده به سطح دانش و فهم در یک جامعه. اساسات سهم اساسات فهم و دانش در یک جامعه بر بگرده با مؤسساتی که ما در او کشورها داریم خوشبختانه در 20 سال گذشته یکی از دستاوردهایی که ما داشتیم در بخش پانتون های خصوصی یا مراکز علمی و آکادمیک بود خوشبختان افغانستان با داشتن یک حجم بزرگ از مؤسسات خصوصی توانست یک مقدار زیادی از کدرای علمی را به کشور تربیه کنه ولی مالمدار ما در سیر تکاملی و انکشاف پوانتون ها مشکلات هم از ابتدا داشتیم مهم. و هم در وسط و هم فل حال بعد از تحولی که در 15 اگست 2021 صورت گرفت و فکر کنم زیادتر شده باشه بله حکومت جدید وقتی به میان آمد ما با یک سلسله مشکلات سیاسی و اقتصادی روبرو شدیم در بود اقتصادی مشکلات زیاتر تاثیرات خود بالای پوانتون ها و مراکز علمی و همچنان محصلین که اساس تولید یا محصول موسسات علمی هستند به یک سلسله تاثیرات خود داشته <applause> شما میفهمین که دایی او آخر فقر در افغانستان بیداد میکنه امو گسست و شکست اقتصادی که ما داریم باعث ازی شده که قدرت خرید بین خانواده پایین بیاید <applause> و شما میفهمین که ما اگر از نظام های تحصیلی بحث کنیم نظام های تحصیلی دولتی داریم که اونا اکثرا فیس یا مو پول مقدار چارت نمیگیرن و ظرفیت جذب از نسبت به مؤسسات تحصیلات خصوصی پایین تر است و خصوصی شما میفهمین که سکتور خصوصی مبنای پایداری تجارت از یا به مو فیسی است که اینا محصولین می پردازن. یکی از مشکلات اصلی و اساسی که از بود اقتصادی امروز متوجه سکتور خصوصی بلخصوص مؤسسات آکادمیک است و نمو عدم قدرت خرید جامعه است و این قدرت خرید جامعه باعث ازی شده که یک مقدار زیادی از محصلین نتانند داخل مؤسسات تحصیلی و پوانتونا شوند بحث بعدی ما بر علاوه که از لحاظ اقتصادی مشکلات ایجاد شده امروز ما مشکلات سیاسی و مشکلات اجتماعی روانی باعث ازی شده که اونمو انگیزه که ضرورت از بر علمی امروز که بخواین در مؤسسات تحصیلی تحصیل کنن او از بین رفته به طور مثال اکثر محصلین به این انگیزه هستند که وقتی اگر ما تحصیل میکنیم زمینه کار نمی باشه فقر 90 فیصدی در جامعه ما موجود می باشه این باعث میشه که جوانای ما علاقمندی به درس پیدا نکنن دار وقتی ما تحصیل میکنیم از خود می بینیم. بر علاوه تحصیل می خواهیم مکان ها و مؤسسات باشه که تجربه خود اوجه ما بگیریم و مهارت های لازمه و این اون مساحاتی است که کار میکنن مثال شما کارمند یکی از رسانه های معتبر هستین ما هم کارمند یکی از مؤسسات علمی هستیم هدف تحصیل ما گرفتن تجربه و تحصیل به شکل عملی چیزایی که مختیم و اندخته های خود او رو بگیریم اینمی مشکل روانی باعث ازی شده که انگیزه بین جوان ها از بین برند تا تحصیل از بود دیگه شما میبینید که دیگه و آخر یک سال میشه که مکتب طبقه اوناس بسته است. بله بله. و اینا از صنف 6 تا 12 هستند شما میفهمین که محصلین پانتون ها دو طبقه مردم هستند یا طبقه اوناس یا زکور وقتی که صنف 6 امسال صنف 12 فارغ نداشته باشیم یک حجم وسیع است محسلین بر مؤسسات هم دولتی و هم خصوصی معرفی نمیشن باید. چرا ما فارغ نمی داشته باشیم در حدود 70 الی 80 هزار طبقه اوناست که در سرتاسر افغانستان سالانه فارغ میشن به میوسط است اینا نیستن امسال و ای از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فکری بالای جامعه از لحاظ اقتصادی بالای مؤسسه تحصیلی که پانتوناس است تاثیر میکنه چون پانتونا میفهمین اساسش سرونمو عایدی است که اینا از محصل میگیرن وقتی محصل نباشه ای باعث ازی میشه که درب بسیاری از مؤسسات بسته میشه و این مشکلات باعث ازی میشه که به مشکلات بزرگ ملی در همچون مسائل فقر در همچون مسائل انکشاف توسعه بشری اقتصادی سیرات بزرگ خود می داشته باشه و اگر ما می خواهیم بقا داشته باشیم و یک ملت رستاخیز استوار قدرتمند با استقامت داشته باشیم مکلف هستیم که ما زمینای تحصیلی را برش مساعد کنیم همچون بحران ها در تمام کشورهای جهان ایجاد میشه ولی دولت با مو مسئولیتی که در قبال سکتور خصوصی داره اینا کوشش میکنن سکتور خصوصی را به نحوی از آنها حمایت کنند برعکس که حمایت وجود نداره یک نوع انگیزش و مشکل اقتصادی باعث ازی شده که مؤسسات ما روز به روز ورشکست شده میره بسیار خوب خب انگیزه شاگردا رو شما گفتین که روز به روز ضعیف شده فعلا حضور شاگردا چگونه است با چه انگیزه ای تشریف میارن در مؤسسات تحصیل شما که هر روز با شاگردا هستین از سابق که تا فعلا حضور شاگردها چگونه است ببینین از لحاظ علمی وقتی یک شاگرد یا یک محصل تصمیم میگیره که در یک مؤسسه علمی داخل شوه او به یک اتمسفیر یا یک محیط ضرورت داره که بتانه اونمو اهداف بزرگ علمی که باعث شایستگی فرد در جامعه میشه او را داشته باشه این محیط ها برمیگرده به محیط داخلی خود پانتون است موضوع فکر و موضوع روان محصل است و اونمو بنیادهای های اصلی و اساسی که در مؤسسه است این سه مؤلفه باعث ازی میشه که ما یک اتمسفیر یا یک محیط خوبی را بر محصل آماده بسازیم تا اونمو ظرفیت لازمی که او را بگیره. میگیرن اگر از بود فکری ببینیم محصل هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی مسائل فکری درگیر است <تصفح> و این درگیری باعث ازی میشه که سطح جذب محصل چی بیاید؟ پایین, پایین بیایه اونمو شاق اشتیاق یا انگیزه که ای را به هدف پش میکنه اونمو انگیزه از بین میره و به شکل خسته و قرار میگیره آ یک داد مسئولین هستند که از لحاظ قدرت توانایی فکری مردم مبارزی هستند قوی هستند اونا با این مشکلات فکری و مشکلات جامعه‌ای که وجود داره مبارزه میکنن چون او اشخاص یک ذره اشخاص هدفمند و قدرتمند هستند ولی اکثریت محسل در در بعضی حالات ما میبینیم که اینا بی انگیزه هستند و علتشان هم همی است اینجا نقش مؤسسات خصوصا نقش استادا در انگیزش محسلین به خاطر رسیدن به اهداف بزرگش خلاص دوم اگر ببینین چون مشکلات اقتصادی وقتی سر جامعه تاثیر میکنه سر مؤسسات سکتور خصوصی هم تاثیر میکنه اینجا وقتی میبینین که پول یا فیس کم میشه اکثر پوانتونا رو ببینین تخفیف میتن مقدار پولی را میگیرن که بتانند بقای خودا حفظ کنن امروز موضوع ازی که بتانند بسیار آید هنگف بگیرن نیست هر چقدر ایک آید کم میشه خدمات هم در سطح پوانتونا چی شده میره؟ پایین شده میره اگر خدمات ده محصل بر میگرده به یک مامور استاز او را به در حدود صد محصل به میشه فله زایی باعث ازی میشه که اونمو کیفیت تدریس همچون کیفیت روند پروسی اجرایی در ادارات د سکتور خصوصي بل خصوص په انتونو په نیمه اي بسیار خوب و اگر بود اقتصادی ببینیم بود اقتصادی تنها تاثیراتش بالای خانوار یا محصلین نیست بلکه بالای سکتور خصوصی هم است که سزی از میشه که از برنامه‌ای که شما خوبتر میفهمین در پانتون ها تنها موضوعات کریکولم یا نظام کریکولمی نیست چیزی موضوعاتی که باید درس بده موضوعات حاشیه‌ای از که ما به نام اکسترا کریکولر میگیم یعنی از کریکولم بیرون تر از مثل سایر علمی از موضوعات تطبیقی است پروگراما پروگرام سمینارها و کنفرانسایی است که کمک میکنه اون موضوع موضوعی را که اینا در یک سمستر میخوان به شکل عملی و به شکل مهارتی برشان برسانه مالمدار در کمبود مسائل اقتصادی باعث ازی میشه که این ظرفیت ها پایین بیا و کیفیت زیر سوال بیا بسیار خوب استاد محترم شما قسمی که گفتین دانشگاه ها فعلا بورسیه ها میتن و بسیار یک قیمت خیلی ناچیز و حتی اکثر دانشگاه ها را ما دیدیم هم سکتور های خصوصی را که به می بورسیه های هم که میتا بازم میبینیم که شاگرد تو جلب و جذب نمیکنه اگر به می منوال پیش بره چی پیامت داره در آینده ببینین وقتی که زیادتر از این پانتون پا ها بورسه میتن ولی محصولین انگیزه زیره ندارن اینجا دو عامل هم انگیزه هم اقتصاد بله بله این دو عامل <تصفح> یکیش عامل اقتصادی هستن که اکثر محصولین اگر برش زمینه مساید شوه تنها خو موضوع فیس نیست اونجا موضوع قرطاسی است ترانسپورت است هم. رفت آمد است اینی باعث از این یکی از محصولین یک وقت امتحان بود ما موضوع فیس بود گفتم پانتون خسر امتیان از شما فیس نمیگیره اونا یک قصه یک در حدود 8 ماه پیشتر ما میکنم گفتم خب پانتون فشار نمیاره که فیس بتین چون میفهمم موضوع اقتصادی شما را درک میکنه شما چرا به امتیان نمیین گفت استاد موضوع درست است ولی هم پولی که ما از خانه تا پنتون بیایم اونم ندارم ولی ندارن و بر موضوع اقتصادی موضوع انگیزه است پیامدهای از بسیار ناگوار از قسم قبلا برتان بحث کرد اساس انکشاف توسعه بشری خصوصا فقر مزمنی که ما داریم بیکاری مزمنی که ما در این کشور داریم یگانه راه حل ازی اینمی ملت است و اینمی کادر تربیه شده ماست تا اینمی کادر نتانه ما از این مشکل حل کنه هیچ جامعه جهانی حل کرده شما شاید هستین که دو شو پیشتر جلسه شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان من حیث یک وسیله افغانستان استفاده کردم روس و کشورهای مثل چین کوشش کردن که از این جلسه من حیث آلی فشار بالای غرب و حریف خود استفاده مهم. کنن و گفتن که افغانستان شما به این وضعیت رساند این پوله را و سون دگر حالت دفاعی را در. آخر جلسه را دیدین هیچ نتیجه به این ملت مهم. نداشت از بود اقتصادی و سیاسی. جلسات بعدی از یا مثل وسیله به خاطر اهداف از اونا هست. مهم. پس ای بر ما یک تصویر روشن واضح می که ما باید یک کشور مستقل با فکر مستقل و با ایدیال مستقل از نخبه های خود ما باید استفاده بله منابع خود ما تا استفاده نشد درست نمیشه وقتی منابع خود تحصیل کرده نمی باشه و زمینه تحصیل برش مساید نمیشه یا مؤسساتی که زمینه تحصیل برش مساید میکنه فلج میشن نسبت مشکلات پس شما هیچ وقت توقع نداشته باشین که ما به اطلاع و ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور برسیم آها اه بسیار خوب بسیار خوب خب شما چه پیشنهاد ها به خاطر راه حل دارین اینجا چند موضوع هست که شما اینمی مشکل عمده اصلی و اساسی را که در افغانستان میبینین ای یک مشکل سیاسی هست و این مشکل سیاسی راه حل سیاسی هم داره تا ما اونمو گره اصل سیاسی را که در مورد اعتبار ملی و بین المللی به دست نبیاریم یک موضوع همشمول مهم. اشخاص متحد نه اشخاص مفسدی که سالانه وطن مثل موریانه از بین بردن در نظام خود داخل نکنیم قشر 50 فیصد قدرت مستحکم ما که طبقه اوناس از پالوی خود استاد نکنیم در به مکاتب خود بس باز نکنیم حقوق اساسی شهروندای خود امو خصوصا ادبای ماینر و حقوق زنا را تا تامین نکنیم هیچ وقت ما نمیتونیم با مو تعهداتی که در دوحه داریم بر ازو براز. <تصفح> و اونمو موضوع رسمیت شناختن ما است اعتبار مشروع خود از داخل بدست بیاریم مشروعیت بین المللی به دست بیاریم این خودش چتر سیاسی است که گری را باز میکنه وقتی این گری باز میشه ما از بود اقتصادی زمینه ها به خاطر حرکت ماشین اقتصادی ایجاد میشه و مؤسسات پس فعال شده میرن و مو انگیزی فعالیت از یا ایجاد میشه بلکس اینمی فعالیت مؤسسات بالای قدرت خرید جامعه ما تاثیر میکنه قدرت خرید باعث ازی از میشه که ما یک مقدار زیادی از این پول به خاطر رفاه و آسایش فکری اجتماعی و اقتصادی خود مصرف کنیم این در حالت میشه که آهسته آهسته ما با مو ثبات اجتماعی اقتصادی و سیاسی که هست میرسیم اونمو وقت است که باز یک رستاخیز اقتصادی و اجتماعی در جامعه ضرورت است که ما بتانیم به موش گفایی خود برسانیم پس پیشنهاد اولی است که بیاین مشکل سیاسی از افغانستان حل کنیم در محور مشکل سیاسی مشکل اقتصادی را حل کنیم در محوریت از این سر اساسات اجتماعی و فرهنگ خود کار کنیم کسرت و اونمو کسرت اقوام در افغانستان با در نظر داشت محیط و اقلیم افغانستان با در نظر داشته باشیم ای به با این مفهوم است که ما از شایستگی کسرت خود در جامعه به خاطر بقا و ثبات اقتصادی خود استفاده کنیم فکری که داریم هر فکری که داریم فکر باید به با اساس معقولیت و منافع ملی کشور باید تدوین شود تعریفی از منافع ملی خود داشته باشیم و منافع ملی خود به محور بچرخانیم که او باعث ازی شود که هر کس حس وطنی دی وطن داشته اه. باشه وطن دوستی بله. بحران دی کشور از بحران اقلیمی وجود داره بحران سیاسی وجود داره بحران فقر دی کشور وجود داره به خاطر از این تا یکی نشیم و منافع خود درست تشخیص نتیم کدرا و منابع داخلی خود تشخیص نتیم هیچ وقت ما به اهداف خود نمیرسیم و از وضعیت دگان فاجعه بار تار شده می بسیار زیاد تشکر استاد صحبت های بسیار عالی داشتین امیدوارم که مسئولین برنامه را دیده باشه و توجه به یار صحاب بکنن تشکر از اینکه تشریف آوردین تشکر بسیار زیاد